سلام دوستان عزیز، امید است خوب و صحتمند باشین. با وجود از اینکه شما فعالیتتون رو لوکلی در کامپیوتر ذخیره میکنین، امروز براتون یک ابزار رو معرفی میکنیم که شما میتونین هم به شکل آنلاین معلوماتتون رو در یک نقطه مرکزی ذخیره و اونا رو منیج کنین که ابزار به نام گوگل درایو یاد میشد. درایو یک محل ذخیره‌گاه معلومات میباشد و یکی از پروداکت های خودی گوگل است که به خاطر ذخیره کردن معلومات به شکل آنلاین در یک نقطه مرکزی مردم از این استفاده میکنند. هر آن نوع معلومات که شما داشته باشید، شما میتونید که در اینجا به فرمت های مختلف شما ذخیره بکنید. ابزارهای زیادی دیگری هم موجود هستند به خاطر ذخیره کردن معلومات شما در کلاود. کلاود به یعنی به این مطلب که شما معلوماتتان لوکالی در خود کامپیوترتان یا در هارد دیسک کامپیوترتان ذخیره نمیکنید، ولی معلوماتتان آنلاین در یک استوریجی که از طرف یک کمپانی دیگه برای شما داده میشد که شما رو توسط اینترنت اکسس میکنید، در اونجا معلوماتتان رو ذخیره میکنید. کامپیوتر شما رو ویروس میزنند و معلومات بسیار مهم شما در داخل کامپیوتر شما ثبت هستند. این معلومات رو همشون ویروس میزنند وقتی شما مجبور هستین سیستم کامپیوترتان پس از سر اپراتین سیستمش اینستال کنید و یا اونو رو فرمت کنید، تمام معلوماتتان فرمت میشه. و یا هستن که یکان وقت شما با معلومات بسیار ضروریتان، فرد مثال CV تان، اکادمیک داکومنت شما و یا بعضی از معلومات دیگه که بسیار برای شما ضرور باشد، در یک جایی برای شما ضرورت میشد که در اونجا همراه شما کامپیوترتان نمی باشد. همه شما را نمیتونید که با USB فلش با خود بگردانید. ممکن USB فلش از اون کم شود و یه هستن که USB فلش ویروس بزند. همراه از این مشکلات سر و کار داریم. در کامپیوتر ما که ویروس بزند تمام فایل های خود را پاسپورت میکنیم. شاید ما بکاپ نداشته باشیم. تکنولوژی عصری امروز و کمپانی های بزرگ تکنولوژی امروز آنلاین کلاود استوریج را ساختن که مردم میتونن معلومات خود را در یک نقطه مرکزی اونجا ذخیره بکنن، اپلود بکنن که در هر وقت، در هر جایی که و در هر دیوایسی که اینا ضرورت داشته باشن برای اون معلومات اکسس پیدا کنن. یکی از او ابزارها یا از استوریج ها کلاود استوریج ها گوگل درایو هستن. مثل که ما شما در کامپیوتر درایو های مختلف داریم، یک هارد دیسک با درایو های مختلف تقسیم میکنیم، در هر یکیش معلومات جوانه را ذخیره میکنیم. اینجا هم فکر کنیم که نمی یک بخشی از هارد دیسک باره هستن، ولی اینا به شکل آنلاین هستن، اینا در کامپیوتر شما ذخیره نمیشد، این در سرور خود گوگل ذخیره میشد و از اونجا ما را به دسترسی پیدا میکنیم و این فایل های خود را استفاده میکنیم. ما با اینترنت کانکشن ضرورت داریم. اگر در موبایل باشد، اگر در لپتاپ باشد، در دسکتاپ باشد، فرض مثلا در آیپد باشد، در آیفون باشد، در تبلت باشد، هر دیوایسی که باشد، در این دیوایس ها ما میتونیم که همه معلومات خود را ذخیره داشته باشیم. در درایو ما هر جایی که ضرورت بود ما میتونیم که از این استفاده کنیم. دیگه خوبیش این هستن که کالیبریشن سپورت دارد. کالیبریشن سپورت به چه مطلب؟ این هستن که شما میتونین فایلایی که در داخل یا معلومات که در داخل درایو تان ذخیره کردید اونها را با مردم دیگر شیر کنید یا دوستای دیگه خود را انوایت بکنید که در عین فایل همراه شما کار کند، در عین داکومنت همراه شما کار کند. شما برازوا اکسس لول داده میتونین، شما برازوا پریویلیج داده میتونین که شما میتونین از این معلومات استفاده بکنید. خوبی دیگه شی هستن که هر آن چیزی که شما اینجا اپلود میکنین او به شکل اتومات سیو میشه. ضرورت به نیست که شما باز معلومات و پاسوردتون سیو بکنین. شیر فولدر صرف که میتونین معلومات در فولدرهای مختلف نظر بر تایپ های معلومات اونها رو اونجا جابجا بکنین، با دوستان خود هم شریک بسازیم. کدام یعنی ما میتونیم که مشخص کنیم کدام فولدر را با دوستان خود شریک میکنیم و کدام فولدر را نمیکنیم شریک. خب وقتی که یکقدر خوبی های زیاد داره، ما چه قسم میتونیم که از این استفاده بکنیم؟ یکی، آیا گوگل برای ما استوریج یا ای سرویس برای ما فری میداد و ای اصلا ما در مقابل از استوریج باید پول بپردازیم؟ یک سوال اینجا است. ما میگیم هر آن کسی که گوگل اکاونت داشته باشد اونا تشویش از این بر نداشته باشد که ما با گوگل درایو اکسس پیدا کردن نمیتونه. بخاطر از اینکه هر کسی که جیمیل را استفاده میکند اونا آلریدی 15 جیبی فری سپیس داره. وقتی که 15 جیبی فری سپیس خود را پر کرد، بعد از او اینا میتونن که اکاونت خود را اپگرید بکنن، یعنی به هدف چند جیبی استوریج دیگه ضرورت داشته باشند، اونا میتونن که باز پول بپردازن و گوگل برازو استوریجش را زیاد میکند، اونا میتونن که باز زیادتر معلومات خود را در اونجا ذخیره کنن. این را چه قسم ما میتونیم که اکسس پیدا کنیم و داخل درایو خود شدیم و در اونجا ما معلومات از اینطور ذخیره کنیم؟ بیاییم میبینیم بسیار یک ریویو خلاص اینجا میکنیم.
با واسطه گوگل اکانت شما میتونید که در درایوتون اکسس پیدا کنید. شما برای ایمیل های دیگر مثل یاهو، هات میل و ایچیز ها نمیتونید. گوگل اکانت یا گوگل اکانت رو مو جیمیل هستن که ما شما روزانه ایمیل کمیونیکیشن رو ازم میکنیم. توسط امزی اکانت شما میتونید که با درایوتون هم اکسس پیدا کنید. خب این میبینیم شما چه قسم اکسس پیدا میکنید. در براوزرتون نوشته میکنید که drive.google.com. وقتی که drive.google.com گفتین، بعد از او بر شما میگه که ساین این شد. اگر جیمیل ندارین شما باید برین اکانت بسازید. اگر جیمیل دارین پس اون جیمیل با اساس اون جیمیل شما میتونید که لاگین شید در درایوتون هم. من آلدی اکانت دارم، جیمیل دارم، میخوام توسط موضوع جیمیل خود لاگین شم. من نکست میزنم، من پاسورد خود را اینجا تایپ میکنم. این حالا من لاگین میشم با اکانت خود. در این درایو ما ببینین ما زیادتر معلومات هستن که من اینجا همه معلومات ذخیره که ببینید فولدرهای مختلف دارم. در هر فولدر معلومات مختلف دیگری ذخیره هستن و معلومات دارن. اینجا میتونین بسیار خوب منیج کنین، فولدر بندی کنین. فولدر جمع نمیست که ما شما لوکلی در کمپیوتر خود درایو میسازیم، فولدر میسازیم، در داخل فولدر فایل های مختلف خود را میندازیم. در اینجا هم شما میتونین فولدر های مختلف بسازین، فولدر ها را به اساس الفبا، نام یا و هر چیزی که شما سورت میکنین تنظیم میتونین. و در داخل هر فولدر شما میتونید سب فولدر های مختلفی بسازید. در داخل هر سب فولدر شما میتونید فایل های مختلف رو اونجا جابجا کنید. شما ببینید در اینجا ما که لاگین شدیم، برای ما در طرف چپ اینجا آپشن های مختلفی موجود هستند. اول تر از اینکه ببینید ما اینجا فعلا از 15 جی بی 6.8 جی بی شما چی کردیم استفاده کردیم، یعنی به اندازه 6.8 جی بی معلومات ما در داخل درایو خود ذخیره کردیم. ولی ما تا حال کدام پول برای زیان ندادیم. وقتی که ما جیمیل اکانت میساختم برای ما گوگل فری سپیس 15 جی بی داده استن، ولی در اینجا برای ما آپشن داده که شما میتونین استوریجتون رو اپگرید کنین. یعنی به این معنی اگر شما ضرورت به استوریج یا به سپیس زیاد دارین که اونا بیشتر از 15 جی بی باشد، معلوماتتون بیشتر از 15 جی بی ذخیره میکنین، پس شما در اینجا کلیک کنین، برین اونجا پول بپردازین و ما برای شما امی سپیس شما را اضافه میکنیم. آپشن های بسیار زیاد دارن که انشاءالله با مرور زمان هر یکشان در یک ویدیو انشاءالله برای شما ما همشان تشریح میکنم و خوبی های هر بخش براتون چیزا شده تشریح میکنم. تشکر، زنده.